هنر چیست؟ آیا افیون روح بشر است یا تجمل زندگی؟ آیا بازیچه هست که طفلان خدا را به خود مشغول می دارد و بسان لباس عید هر نوبهار دیگرگون می شود و روح این کودکان خداوند را از مسرت عمیق می کند؟ یا هنر دام نامری زندگی هست که برگردن بشر افتاده و زندگی این دام را تعبیه کرده است تا بشر را به خود بخواند و همواره او را وابسته و دلبسته خود نگه دارد؟ آیا هنر نوشداروی فراموشی است؟ آیا وسیله رستن از دلتنگی های آب و گل؟ یا خود رنج و عذاب است و مایه رنج و عذاب؟ آیا انعکاس زندگی است، تقلید طبیعت است یا انعکاس درون هنرمند؟ ما چه پاسخهایی می توانیم برای این سوالاتمان داشته باشیم؟ این پرسش ها از زمانی که هنر به وجود آمده مطرح گردیده است و تا کنون پاسخهای گوناگون به آن ارائه شده است، اما هیچ کدام از این پاسخ ها همگان را راضی نکرده است. و چه خوشبخت از هنر که پایبست دام قواعد این و آن نمی ماند و چون قطعیت و صراحت علوم را ندارد، حتی پایبند یک تعریف واحد نیز نمی ماند. تنها سر و کار هنر با لذت و احساس است. برای آن که راه به جای بریم و گری از مشکل هنر بکشاییم، بد نیست که به یک چند تعریف مشهور آن توجه کنیم. هنر عبارت از انعکاس تجارب هر نسل طبق قواعد و شرایط مکان و زمان، یا به عباره دیگر هنر ترجمان زندگی یا بیان زندگی از نقطه نظر خاص است. یعنی روح والای هنرمند درک خاص خود را از زندگی به نام هنر خلاصه می کند. تعریف دیگر چنین می گوید: هنر تقلید و انعکاس صرف جهان و طبیعت است. یعنی آینه هست که به دست هنرمند پیش روی جهان ایستاده و آن را عیناً منعکس می سازد. مغز هنرمند بسان پیر می فروش است که در میکده را برای میخواران گشوده است و از هر گوشه ندا می رسد که می بده. همه می خواهند که با پیر ارتباطی بیابند و جواب بگیرند. مغز ظریف هنرمند هر ندایی را به گوش جان می شنود، کلیت تأثیرات را که از تأثیرات خارجی به وجود می آید ضبط می کند و آنگاه که حال او توان هست و یا الهامی و یا قصد و عمدی در کار هست، می تواند احساسات حاصله از این تأثیرات را از لابلای ضمیر ناهوشیار خود بدر آورد و از نو زنده کند و احساسات قابل انعکاس شکل ببخشد و به آن محتوای ذهنی صورت ظاهری بدهد و به وسیله هنر که بزرگترین وسیله افهام و تفهیم و لذت بردن و لذت بخشیدن است، به دیگران هم فرصت لذت بردن را ببخشد. زیبایی یا مرحله بعدی هنر؟ زیبایی چیست؟ جواب این سوال حتی از تعریف هنر نیز مبهم‌تر است. شک نیست که تنوع، وحدت، هماهنگی، همچنان شایستگی و سادگی هنر را می‌آفریند. اما زیبایی بیش از آن که در خواص ظاهری اشیا موجود باشد، در ذهن هنرمند موجود است. شرط مهم زیبایی در هنر انگیختن لذت و تلقین احساس واحد است. از همین رو است که زیبایی در طبیعت از زیبایی در هنر تفاوت می‌یابد. 15 میزان مطابق تقویم افغانستان روز هنر نامگذاری شده و وزارت اطلاعات و فرهنگ هر سال از این روز تجلیل به عمل می‌آورد. وزارت اطلاعات و فرهنگ دلایل خاصه برای این کار خود دارد. آقای جمال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، از اهمیت شامل بودن این روز در تقویم می‌گوید. با عرض سلام به همه بینندگان تلویزیون شما. ببینین، در جنتری که هر مساله به نشر میرسه، روزهای بسیار معین و شاخص که به یکی از ابعاد زندگی ما ارتباط میگیره، او جنشانی شده. ما در سال نمای خود هفته شهید داریم، مثلا روز معلم داریم، روز مادر داریم، روز جهانی صحت داریم، روز جهانی کودک داریم، روز جوانان داریم. اینا خود طبیعی است که بخشی از حیات ما و شما را هنر می سازه و بخش بسیار عظیم از فرهنگ ما را هم هنر می سازه که شامل اونمو افشار هنر میشه: سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و سایر هنرها، مجسمه‌سازی و امثال هم. بنابراین
وزارت اطلاعات فرهنگ تصمیم گرفت که باید روز هنر هم باشه و این ما سال گذشته هم تجلیل کردیم از سال هنر و یک شب هنر داشتیم. آقای نورانی میگوید سال گذشته از روز هنر با برگزاری شام هنر تجلیل به عمل آوردن تا تشویق باشد برای کسانی که هنرمند هستند. سال گذشته به خاطر برگزاری یک شام هنر و تجلیل از روز هنر قبلا ما در وزارت اطلاعات فرهنگ یک شورای عالی هنر را تشکیل دادیم که این شورای عالی هنر اشخاصش معلوم مشخص است که اونا جلسات میکنن و هر گونه فعالیت های هنری را اونا تنظیم میکنن و بعد از او به هر شکلی که باشه به شکل شام هنر یا ستایش و یا تقدیر و سپاسگزاری و تشویق هنرمندا امی شورای عالی هنر او را سامان میده. نی به صورت قطع رقابتی نیست بلکه یک شب بسیار خودمانی و در عین حال با پر از خاطره که یعنی هر هنرمند موسیقی ما هنرنمایی خود میکنن تا دیگرا هم از اون مستفید شوند، آشنا هم شوند با تیپ های مختلف هنر موسیقی ما. عهد ما شاهد تکوین هنرهای از که تازه شکفتند، تازگیه که تاکنون در کشور ما سابقه نداشته است. در هیچ عهد این چنین جنبش در قالب هنر تماشا نگردیده بود، ضمن آن که هیچگاه بی‌هنری ها این گونه در قالب هنر خودنمایی نکرده بودند. اما در برابر بی‌هنری ها هنرمندی های نیز عرضه گردیده که غفلت از آنها و دور از انصاف است. چند کلمه حرف حق با آفرینندگان این آثار شاید تکاپوی باشد برای جستن راه کمال. ما در این برنامه به چند تای از اینها اشارت میکنیم. در همین اواخر محافل برگزار شد که در تمامی آن جلوه های از هنر دیده میشد. خانمه که از جان دل دوستش داشت بریش بابا از دست تنگستی و فقر و بچارگی و بیگاری هیز بدان از رسیده در دارستم فعالین هنر تئاتر هفتمین جشنواره ملی تئاتر افغانستان را برگزار کردند. جشنواره در حقیقت رقابت بود میان هنرمندان ولایت‌های کابل، بلخ، قندهار، غزنی، بامیان، هرات، سرپل، بغلان، خوست و فرا برای تشویق هرچی بیشتر آنها. کنفرانس ملی بررسی صنعت توریسم در افغانستان از برنامه‌هایی بود که در کنار بررسی و تحقیق نمایشگاه‌های را نیز در قبال داشت. در آخرین محفل آوازخوانان هنرشان را با نواختن و سرودن سروده‌های محلی به نمایش گذاشتند. همزمان با این
سیمینار علمی و تحقیقی میلاد کابل نیز با نمایش‌های آثار هنری از اینستیتوت فیروزکو همراه بود. نهم میزان فستیوال موسیقی راک در باغ بابر برگزار گردید و جلوه های نوین هنر را بر رخ تماشاگران کشید. در همین روز نخستین جشنواره پاییزی حقوق بشر در اینستیتوت فرانسه برای افغانستان افتتاح شد. On behalf of the U.S. Embassy in Kabul, it is really an honor to join you here today for the opening of Baza's first ever Autumn Human Rights Film Festival. در این جشنواره از مجموعه 200 فیلم از سرتاسر جهان که تماماً مرتبط به حقوق بشر می باشد، 50 فیلم آن انتخاب و به نمایش گذاشته خواهد شد. جشنواره مذکور زمینه نمایش فیلم‌های داخلی و خارجی را به مدت 6 روز در مرکز فرهنگی فرانسه، سینما پارک، محوطه سازمان ملل در شهر کابل و دانشگاه مزار شریف به صورت رایگان برای علاقمندان سینما و حقوق بشر فراهم می‌نماید. سالانه در سطح جهان حدود 33 جشنواره فیلم حقوق بشر برگزار می شود، اما متاسفانه هیچ یک از این جشنواره ها در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه که با عمدترین جالش های حقوق بشری درگیر هستیم برگزار نمی گردد. انیمیشن نیز مشمول این رقابت است. جوانان هنرمندی که غم ناسازگاری خانواده و مخالفت اجتماع گریبانشان را گرفته بود و از تحسین عام و یا عده کثیر از مردم کشور خود محروم هستند، چگونه و برای کی بشکفند؟ چگونه هر سال اثر تازه عرضه بدارند در حالی که اثر پارینه ایشان در گوشه اتاقشان خاک می‌خورد؟ اما این غم ها اکنون فروکش نموده و جوانان هنرمند آتش هنریشان را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل ارضا می کنند.
این دانشکده اکنون محل گرمه برای باروری استعدادهای هنرمندان کشور است. دیپارتمنت های سینما، تئاتر، نقاشی، میناتوری، موسیقی از جمله دیپارتمنت های هستند که شاگردان در آن مصروف فراگیری هنر می باشند و خوشبختانه هر روز به قافله ایشان افزوده می شود. بعد از اینکه دولت نو آغاز شد در افغانستان، علاقمندی تمام شاگردای پانزده هنرات خصوصا در رشته گرافیک بسیار زیاد شد، چون قبلا دورانی که خود ما محصل بودیم هر سنف ما از 14 نفر 12 نفر 15 نفر زیاد نبود. حال ماشاءالله شما متبرک ملاحظه میکنید، میبینید در هر سنف 40 نفر 30 نفر 35 نفر اضافه تر میباشد. علاقمندی زیاد زیاد است. هر هنر مزایای خاص خود را دارد. موضوع هنر معماری، ماده و عمل آن، ایجاد تعادل بین دو نیروی متضاد یا دو خواست متفاوت است و خنسا کردن آن دو. مبارزه میان ماده سنگین که میل سقوط در او قوی است و ستون عظیم که اراده و خواست آن مخالف فرو افتادن است. موضوع هنر مجسمه سازی و نقاشی علاوه بر مواد طبیعی، انسان و حیوان می باشد. حیواناتی که در هنر نشان داده می شوند باید ضامن زیبایی نوعی باشند، نه زیبایی فردی و خصوصی.
هنر نقاشی از مجسمه سازی یک قدم فراتر می رود و به جزئیات می پردازد و بشر را طور نشان می دهد که حالات روحی او در صورتش خوانده شود و شخصیت و عواطف و احساسات او در اثر هنر منعکس گردد. خوب است در این سالها خدا را شکر که پوانزه ما مثل سابق که یکان تفسیره می شد در حقشان و تو نیست، ولی مردم فامیده که هنر یعنی چی، بخصوص هنر نقاشی را همه درک کردن و اولادای خود به هنر نقاشی یا به دپارتمنت ما روان میکنن و خود شاگردم سال اول یکمک شاکی میباشه، ولی بعدا سالهای بعد وقتی که میبینن استازای خود میبینن طرز کار و چیزها را میبینن باز مطمئن میشن و خوب با یک آمادگی درست میه. شعر و ادبیات غنی ترین هنر است، زیرا بهتر از هنرهای دیگر میتواند بشر را امیال و عواطف و صفات فردی او را نشان دهد. موسیقی تاج هنر هاست، زیرا با آرزوها و دل آدمی سر و کار دارد و زبان روح است. زیبا واقعا اول که این محیط به ما سازگار نبود، چون اجتماع ما همیشه موسیقی رد کردن و نه پیزنن. اولش خانواده‌ایم خوش نبودن واقعا در موسیقی ما بیم. فقط یک از دوستای نزدیک ما مرا تشویق میکرد که در موسیقی بیم و من آمدم در موسیقی آمدم. بعد از دو سال سه سال مردم واقعا یه رقم به دیده تأخیر میبینن به درخت ما. موسیقیدان طبع ذاتی جهان را نشان می دهد و عمیق‌ترین معارف بشری را در زبان بیان می کند که عقل نمی فهمد، ولی دل تشخیص می دهد و لذت می برد. من از گذشته شوق من بود، چرا من کارهای فرهنگی هم داشتم و در دوران مکتب خواهش من می بود، آرزوی ما بود که یک زمان موسیقی بیاموزم.
و واقعا وقتی که ما به ما زنگ آمد که با دانشکده هنرهای زیبا کامیاب شدی، ما واقعا خوشحال شدم. حتی نمیتونستم اون لحظه را برای شما بیان بکنم و امی یک مقوله در ذهن من خطور میکرد که آیا چی شود هنر در افغانستان، خصوصا موسیقی که ما میخوایم او را بیاموزم. فقط این مقوله، این نظری که در ذهن ما بود یک پشتیبان کار داشت که شکر خدا فامیل ما او را فراهم ساخت به من. تشویق اصلی را پدر بیادرهای مادرم فامیلم تشویق کرد، من تانستم پیش ببرم موسیقی را. سرآمد همه هنرها تئاتر است که از تلفیق و ترکیب هماهنگ هنرهای دیگر به وجود می آید، یعنی معماری، حجاری و نقاشی و ادبیات و غالبا موسیقی را در خدمت می گیرد. سینما از هنرهای ترکیبی و پیچیده است. نهایت در سینما جنبه فن و صنعت یا تکنیک با همان اندازه جنبه هنریش ارزش دارد و مهم است. سینما خرین هنر و به عبارت دیگر هفتمین هنر است. در این میان سینما تنها هنر است که نه تنها شش هنر دیگر را به خدمت گرفته، بلکه به گونه توانسته آنها را اطلاع نیز ببخشد. همچنین سینما صنعت فن و تکنیک را نیز به خدمت گرفته و در متن خود دارد. به گفته آقای عالم فرهاد، رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل، بعد از سقوط رژیم طالبان و به کار آمدن حکومت جدید، تا کنون در شمار علاقمندان هنر افزایش چشمگیر رونما گردیده. در فاکولته هنرهای زیبا خوشبختانه ما براتون برعکس براتون بگویم که در سالهای اخیر حالا از انتخاب اول میگیریم، یعنی کسایی که انتخاب میکنه هنرهای زیبا را در این جمعه. و دوم ای که ما در پالوی سایر درسایی که در فاکولته هنرهای زیبا داده میشه، مضامین پیداگوژی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی که مستقیما برای تربیه یک معلم یا تربیه کادر معرف در آینده ای ارتباط داره. ما این کار میکنیم، وظیفه ماست، ما گنجانیدیم این مسائل که ما تانسته باشیم در آینده معلمین مسلکی بر جامعه تقدیم کنیم. زیباتر از هنر چیزی نیست. هنر که خود سعی دارد زیبایی را نمایش دهد و انعکاس دهنده زیبایی ها باشد. اما آیا هنر باید منحصرا زیبایی ها را نمایش دهد؟ و یا زشتی ها وقت در قالب هنر منعکس می گردن نام زیبا به خود می گیرند؟ خضر مسلم این است که رامبران یک زن فرتوت را چنان برای مدل نقاشی خود مجسم می ساخت که گویی بهترین و زیباترین دوشیزگان مقابل دیده های نقاش جلوه‌گری می کنند. فیلسوف چون ارسطو هنر را می ستاید که صفا بخشنده اخلاق و تطهیر کننده عواطف باشد. و هنرمند دیگر چون لیو تولستوی می گوید هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترویج دهد. رمز هنر قادر به بازگشایی زیبایی های هنر نیست. لذا ما به همین شعر سپهری پناه می بریم. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افیون گل سرخ شناور.